هیئت معاونت سازمان ملل متحد و یونسکو از 3 می روز جهانی آزادی مطبوعات در کشور بزرگداشت کرد. معاون سیاسی یونما وضعیت آزادی بیان را نسبت به سالهای قبل به مراتب بدتر خوانده و میگوید که رسانه ها با محدودیت ها و چالش های زیادی روبرواند. این مقام سازمان ملل میگوید که تنها در 3 ماه نخست حکومت سرپرست نزدیک به 600 رسانه با محدودیت های نشراتی روبرو شدند. در این حال گزارشگر ویژه سازمان ملل در بخش حقوق بشری میگوید که با وضع مقرره های تازه از سوی امارت اسلامی ده‌ها خبرنگار زندانی شده و با برخوردهای نادرست و بدرفتاری ها روبرو شدند. سهیلا یوسفی گزارش میدهد. بزرگداشت از 3 می روز جهانی آزادی مطبوعات. اینجا در گوشی از پایتخت از این روز به گونه رسمی از سوی هیئت معاونت سازمان ملل متحد، نماینده یونسکو در افغانستان و نهادهای پشتیبان از خبرنگاران با حضور کارمندان رسانه‌ای تجلیل شد. متن اوتسن معاون سیاسی یونما وضعیت آزادی بیان در کشور را نسبت به سالهای قبل به مراتب وخیم خوانده و میگوید که تنها در 3 ماه نخست حکومت سرپرست نزدیک به 600 رسانه با محدودیت های جدی نشراتی مواجهند. رسانه ها با چالش های گوناگون روبرو اند. از رویدادهایی که اتفاق می افتد اجازه پوشش را ندارند. رسانه های زیاد بسته شده و خبرنگاران شغلشان را از دست داده اند. شمار از خبرنگاران هم با ترس به کارشان ادامه می دهند. به ویژه خبرنگاران زن. از 5 خبرنگار زن 4 تن آن به دلیل محدودیت ها کشور را ترک کردند. در همین حال گزارشگر ویژه سازمان ملل در بخش حقوق بشری میگوید که با وضع مقرره های تازه سوی امارت اسلامی ده ها خبرنگار زندانی شده و با بدرفتاری و برخورد های نادرست و حتی مورد حمله های فیزیکی قرار گرفتند. ده ها خبرنگار زندانی شدند و مورد حمله فیزیکی قرار گرفتند. مقام های حاکم فرمان های محدود کننده ای را بر رسانه ها ابلاغ کردند و دسترسی به اطلاعات بیشتر چالش برانگیز شده که این خود تأثیر منفی بر سر نشر اطلاعات داشته است. از سوی هم یونسکو از بازداشت های خودسرانه و تبعیض در برابر خبرنگاران زن به شدت ابراز نگرانی کرده و از مقام های امارت اسلامی خواسته تا رسانه های آزاد و مستقل را به رسمیت بشناسند. یونسکو دا په ډاګه کوي چې د مطبوعاتو ازادي، خپلواکي او کثرت ګرایي د عامه ښېګڼې په توګه د معلوماتو تضمین کولو لپاره بې شرطونه دي چې د ټول انسانیت لپاره د یوې شریکې سرچینې په توګه کار کوي. د افغانستان خلک کره، تازه، باوري او وړیا معلوماتو ته اړتیا لري چې دا یې حق هم دی. د مطبوعاتو پر ازادۍ، د محدودیتونو، د خبریالانو او مدني ټولنې د فعالانو په وړاندې تاوتریخوالی، زندانی کولو او د ښځینه خبریالانو د غږ خاموشه کولو په اړه راپورونه د اندېښنې وړ دي. او همدا ډول هغه راپورونه چې په تیرو 2 میاشتو کې په افغانستان کې د ځینو رسنیو خپل فعالیتونه په عملیاتي چاپریال کې د بدلون او مالي ستونزو له امله درولي دي. نهادهای حامی خبرنگاران همچنان میگویند که به دلیل چالش‌های اقتصادی تعداد زیاد از رسانه‌ها بسته شده و شمار زیاد از خبرنگاران هم بیکار شدند. آنان برای ادامه فعالیت رسانه‌ها خواستار قانون مدون شدند. در حال تدلیل میکنیم که به دلیل مشکلات شدید اقتصادی 40% از رسانه‌های ما بسته شده که با این روند 60% از کارکنان رسانه مرد و 80% از کارکنان رسانه زن کار خود از دست داده. رسانه های متبقی هم به حالت قبلی خود باقی نماندند. در یک طرف مشکلات اقتصادی و طرف دیگر رفتن تعداد زیادی از کارمندان مسلکی و هم بعض وضع مقررات از طرف نظام و امارت اسلامی بالای محتوایشان تاثیر خود داشته. بر بنیاد یافته های سازمان گزارشگران بدون مرز پس از فروپاشی دولت پیشین 40% رسانه های افغانستان فعالیتشان متوقف شده و 80% از خبرنگاران زن هم وظیفه هایشان را از دست دادند.